بخیر بچه ها، امیدوارم که حالتون حسابی خوبه. خوب باشه، من برگشتم با یه ویدیو آموزشی دیگه و امروز میخوام بهتون مدل مو به صورت تلی رو یاد بدم. خب مدل مویی که امروز میبافیم مدلیه که توش از روبان یا پارچه استفاده میکنیم. اون روبان یا پارچه میتونه هم رنگ لباستون باشه، یه رنگ متضاد باشه، از همون طرح باشه. خلاصه هر رنگ از روبان یا پارچه‌ای که دوست داشته باشید میتونید کمک بگیرید. من پارچه‌ای که استفاده میکنم اینه، خب که منو از برند H&M گرفتم این رنگشو و رنگ مشکیشو و الان دیگه همه جا تعطیله، ما توی قرنطینه ایم دوباره و نمیتونم رنگ دیگه‌شو بخرم. البته میتونم آنلاین سفارش بدم. خلاصه من از این رنگ فعلا استفاده میکنم که به شما آموزش بدم. ببین تقریبا وسطش رو پیدا میکنم و میذارمش روی موها. موهاتونم باید از فرق وسط جدا کنید. این طرفش رو به کمک گیره سفت میکنم که وقتی دارم میبافم این هی نیفته پایین یا هی کشیده نشه به سمت اون طرف. خلاصه اینکه سفت اینجا وایسه. یه لایه مو از اینجا جدا میکنم و یه لایه از این طرف پارچه، خب به این حالت، و شروع میکنم یه دونه زبدری از روی این پارچه ردش میکنم، پارچه رو میارم بالا و اینو از زیر شروع میکنم دیگه به بافتن. تقریبا دیگه الان سه تا دسته مو دارم و همون بافت ساده ستایی رو میبافم دیگه. یکیش پارچه است، دو تا دسته از دوتای دیگه هم موهامه. خب یه لایه دیگه از این طرفش اضافه میکنم، اینو میدم اینجا و یه لایه دوباره از این طرف جدا میکنم. ببین میتونید همه این موهای کنارتون رو بگیرید ولی من نمیخوام همش بره، میخوام این کنارهای صورتم مو باقی بمونه. خب برای همین از این طرف اینجوری جدا میکنم. میتونید یه جوری هم جدا کنید که اینجا حالت خط نیفته، یعنی لازم نیست که چی میگن منظم و مرتب جدا کنید موها رو که حالت خط بیفته. هر جایی که احساس کردید خب الان خوبه از اینجا یه لایه بردارم این کارو بکنید. من نمیام این طرف رو به سمت چی میگم به دو قسمت جدا کنم و اینو ببندم و فقط این رویا رو ببافم. همینجوری به صورت آزاد و روون میبافمش. خب الان دوباره اینو میدم زیر، میگم که خب فکر کنم از اینجا یه لایه جدا کنم خوبه. برش میدارم میبینم که نه، خب یه لخته سفید افتاد روی موهام، کف سرم دیده میشه، میگم خب پس بهتره مثلا اینو بردارم. میبینید یه جوری بردارید که مثلا اگه اینو بردارم اینجوری بردارم ببرمش بالا، میبینید اینجا خط میفته، نمیخوام این خط بیفته، برای همین میرم از زیرش برمیدارم. اینجا که رسیدی تقریبا دیگه من نصف بیشتر سرم اومدم جلو، به اینجا که رسیدم یه دونه بافت دیگه میزنم همین خود موها رو، دیگه دسته موی دیگه بهش اضافه نمی کنم. خب همینا رو یه بافت میزنم که بمونه، بعدش دیگه موها رو از این پارچه جدا میکنم به این حالت و این پارچه رو میبرم اینجا که میخوام اینجا بیادش و در نهایت گره بزنم، اینجا میذارمش و این گیر رو دیگه اینجا باز میکنم میبندم اینجا. فعلا این اینجا محکم وایسته. خب حالا شروع میکنم این طرف رو میبافم. این طرف هم مثل همون بر، یه دسته از این طرف، یه دسته از این طرف جدا میکنید. زبدری از روی این پارچه ردش میکنم، پارچه رو میارم بالا نگهش میدارم و اینو دیگه دوباره میدم زیر و میبافمش.
همینقدر که از این طرف موها رو جدا کردید و بردید، این طرف هم باید همونقدر جدا کنید تو ببرید موها رو عقب. من همینجوری اینجوری دست میزنم، هر لایه‌ای که اومد اینجوری میگیرم میبافم. اینکه لازم نیست که خیلی تقسیم بندی خاصی انجام بدید، فقط همینجوری یه جوری ببافید که این موها حالت آزاد داشته باشه، رها باشه. چجوری بگم؟ خب دیگه به اینجا که رسیدیم باز هم کار میکنیم، یه لایه میبافیم و بعدش دیگه این پارچه رو از موها جدا میکنیم. اینجا این گیرم دیگه باز میکنیم و پارچه رو گره میزنیم. این موها رو از اینجا برد میکنیم که نرده پارچه. مدل امروز امیدوارم که دوست داشته باشید. سیو و لایک یادتون نره، شیر کنید برای دوستاتون تا اونا هم یاد بگیرن. خیلی دوستاتون دارم، فعلا خدافظ.